هیدئو کوجیما، دث استرندینگ 2 و کلی اطلاعات جدید. از گرافیک فک‌اندازی که بعضیا میگن شاید واقع‌گرایانه ترین جلوه از شخصیت‌های انسانی در بازی‌های ویدیویی تا به امروز باشه، تا تایید یک سری تئوری‌ها درباره داستان و گیم پلی. تازه الان بالاخره یکم بیشتر شخصیت اجرا شده توسط الفانینگ رو میشناسیم. استودیو کوجیما پروداکشنز با چند دقیقه فوتیج جدید از دنباله دث استرندینگ، یکی از پنل‌های مهم نمایشگاه توکیو گیم شو 2024 در کشور ژاپن رو برگزار کرد. من محمد حسینم و در این ویدیو جدید زومجی می‌خوام جدیدترین ویدیوهای رسمی پخش شده از دث استرندینگ تو آن د بیچ رو موشکافی کنم. اگه تازه ما رو پیدا کردین و میخواین همیشه در جریان جدیدترین اطلاعات از دنیای ویدیو گیم باشین، خوشحال میشیم که سابسکرایب کنین و زنگوله کنار دکمه سابسکرایب رو هم بزنین تا هیچ کدوم از ویدیوهامون رو از دست ندین. کسایی که زومکست موشکافی کامل تریلرهای دث استرندینگ 2 رو در کانال یوتیوب زومجی دیدن، احتمالاً تئوری مطرح شده درباره دی اچ پی مجلان رو یادشونه. دی اچ پی مجلان همین وسیله سفینه مانند بزرگه که ظاهراً قرار پایگاه عملیاتی اصلی سم و فرجایل در بازی جدید باشه. اونجا گفتیم که احتمالاً دلیل آبی رنگ به نظر اومدن شخصیت‌ها داخل دی اچ پی مجلان اینه که این سفینه میره در دل مایع سیاه رنگ تار تا از طریق ساحل‌ها به نقاط مختلف از کره زمین منتقل بشه. حالا تئوری تایید شده. برای همین شخصیت‌ها در حقیقت بهش میگن زیردریایی دی اچ پی مجلان، چون زیر زمین در دل این مایع سیاه غلیظ حرکت میکنه و حتی میبینیم که خود تار وارد بدن زیردریایی هم شده. اصلا خود فرجایل میگه هر وقت دی اچ پی مجلان در حال حرکت باشه اوضاع اینجوریه، که احتمالاً به همین بیرنگ شدن خیلی چیزها در زیردریایی اشاره داره، چون ما قبلا سم رو دقیقاً داخل ساحل به این رنگ دیده بودیم. برای عزیزانی که دث استرندینگ 1 رو تجربه نکردن باید یه سری توضیحات بدم. تار به نوعی راه ارتباط ساحل‌ها با جهان ماست. هر چیزی میتونه در دل این مایع شدیداً سیاه چسبناک از دنیای زنده‌ها بره به یه ساحل یا از ساحل بیاد به دنیای زنده‌ها. ساحل‌ها یا بیچ‌ها کجان؟ جایی بین جهان ما و جهان بعدی، محیط‌های برزخ‌مانند. در حالت عادی هر انسان ساحل منحصر به فرد خودش رو داره که باید پس از مرگ پلی برای انتقالش به جهان بعدی باشه. ولی خب با توجه به حوادث پیش اومده در جهان بازی دث استرندینگ، خیلی‌ها یه جورایی بین دو جهان گیر افتادن و نتونستن از ساحلشون عبور کنن. اینا همون بیتی ها هستن. ماجراش مفصله. دوست دارم بعداً یه ویدیو بسازیم تا قصه کامل دث استرندینگ رو قشنگ دوباره براتون بگم. یکی از کاتسین‌های جدید پخش شده از دث استرندینگ تو آن د بیچ نشون میده که اسم ناخدای این زیردریایی تارمنه. تار اصولاً ترسناکه و بیتی ها برای شکل گرفتن و حمله به زنده ها ازش بهره میبرن. ولی تارمن همونطور که از اسمش پیداست، از تار به نفع پروژه و برای کنترل و جابجایی زیردریایی استفاده میکنه. تازه یه گربه بامزه از جنس تار هم داره که میتونه بر اساس چیزهایی که خیلی وقت پیش در تریلرهای دی اس 2 دیدیم به شکلگیری نوع تازه‌ای از حیات اشاره داشته باشه. جالب اینجاست که جناب آقای کاپیتان دکتر و متخصص ژئوفیزیک هم هست. از اونجایی که جریان پیدا کردن تار در بخشهایی از کره زمین زیست بوم این سیاره رو در جهان دث استرندینگ تغییر داده، طبیعیه که یک فرد حرفه‌ای در زمینه فیزیک زمین بتونه کمک بزرگی برای تیم جدید درابریج به فرماندهی فرجایل باشه. فرجایل میگه تارمن از قدرت‌های دوم هم رنج میبره. دوم به تشخیص حضور بیتی‌ها کمک میکنه. همونطور که قبلا دیدیم سطوح مختلفی از دوم وجود دارن. مثلا قدرت تشخیص فرجایل از مالسم خیلی بالاتر بود. حالا چرا میگه رنج میبره؟ چون همزمان یه موهبت و یه نفرینه و شخص دارنده رو یه جورای اذیت هم میکنه. هر بار که دی اچ پی مجلان از جایی به جای دیگه میره، اشخاص داخل زیردریایی واقعا در دل کایرالیوم قرار میگیرن. حالا این تاثیرش روی گیم پلی چیه؟ اینکه احتمالاً شما فقط وقتی میتونین از دی اچ پی مجلان برای رسیدن به یه جای دیگه استفاده کنین که اونجا به شبکه کایرال وصل شده باشه. در نتیجه لابد مثل بازی اول در نخستین گام خیلی جاها سم باید شخصا به نقاط مهم برسه، چالش‌هایی رو پشت سر بذاره و یه ایستگاه رو به شبکه کایرال وصل کنه تا انقدر تراکم کایرالیوم اونجا بالا بره که دی اچ پی مجلان بتونه با حرکت درون تار خودش رو به اون نقطه برسونه. در دث استرندینگ تو آن د بیچ از مرزهای UCA فراتر میریم و به نقاط متفاوتی از قاره میرسیم، نقاطی مثل کشور مکزیک. یه نکته دردناک، همونطور که با تریلرها متوجه شدیم، سم ظاهرا خیلی وقت پیش لو رو از دست داده و فرجایل فقط محفظه خالی بیبی رو نگه داشته که به طرز عجیبی انگار هنوز گاهی کا یا همون روح لو بهش اتصال داره. این عروسک رو هم حالا بهتر میشناسیم. البته اصلا خوشش نمیاد کسی بهش بگه عروسک. اسمش از دالمن و قبلا انسان خاصی بوده، مدیوم بوده، یک میانجی یا راهنمای ارواح که احتمالاً میتونسته بین زنده ها و مرده ها ارتباط برقرار کنه. اما بنا به دلایلی فرم جسمیش تغییر پیدا کرده و
بچه‌هاش رو هم از دست داده. این وسط بر اساس یک کاتسین دیگه که ملاقات مجدد هارتمن و سم رو نشون میده، میفهمیم هارتمن دالمن رو از قدیم میشناسه. شاید قبلا با هم در ارتباط بودن و مثل هارتمن که در جستجوی خانواده‌اش و پس از انجام آزمایش‌های خاص به چنین بعضی افتاده، دالمن هم تیه تلاش برای انجام یک کار عجیب و غریب اینجوری شده. راستی ممکنه هارتمن به یه منطقه با آب و هوای متفاوت نقل مکان کرده باشه. این بیرونش رو ببینین، یه لباس محافظ خاص هم داره که در هر حالتی تیه ادوار وایسادن قلبش جلوی آسیب دیدنش رو میگیره. هارتمن اینطوریه دیگه، هر چند دقیقه یه بار قلبش وای میسته، میره تو ساحل‌ها دنبال خانواده از دست رفتش میگرده و بعد دوباره زنده میشه. فرادر از همه اینها، به نظرم مهمترین اطلاعات داستانی جدیدی که با کاتسین‌ها بهمون داده شده چیزی نیست جز نکاتی که درباره این دو کاراکتر فهمیدیم، شخصیت‌هایی که الفانینگ و شیولی کوتسونا نقششون رو اجرا کردن. کوجیما خیلی وقت پیش بهمون گفته بود که این دو نفر در بازی حضور دارن و کاملا مشخص بود که نقششون مهمه، ولی خب حتی اسمشون رو هم اعلام نمی‌کرد. حالا می‌دونیم کوتسوناسان 31 ساله نقش رینی، یک خانم باردار رو بازی می‌کنه، نکته‌ای که با توجه به اهمیت بیبی‌ها و استیل مادرها در دنیای دسترندینگ می‌تونه ایشون رو در خطر قرار بده. استیل مادرها کیان؟ مادرهای مرگ مغزی شده که در آی سی یو نگهداری می‌شدن و بریجز از بچه‌های تازه متولد شده‌شون به عنوان بیبی استفاده می‌کرد یا در خیلی موارد سوء استفاده می‌کرد. کاراکتر الفانینگ ولی خیلی عجیب‌تره. اسمش از تومارو، یعنی فردا، یا در مفهوم کلی‌تر آینده. یکی از مهم‌ترین جملات بازی اول چی بود؟ Tomorrow is in your hands. آینده در دستان توه. فردا را تو رقم می‌زنی. حالا فردا از راه رسیده. تومارو میگه من از جایی میام که اونجا هیچ کس بچه به دنیا نمی آورد، داخل شکم مادرشون میموندن بچه ها. بعد دالمن توضیح میده که تومارو در سرزمین مرده ها زندگی میکرد و طبیعیه که با این کانسپت تولد بچه به صورت کامل آشنا نباشه. یه تئوری بود که میگفت شاید اوایل دسس رندینگ دور لو رو میکشن، اما لو به صورت کامل نمیمیره و به عنوان یه ریپاتریوت مثل سم شانس برگشت به زندگی رو داره. ممکنه اون مدت ها در ساحل زندگی کرده باشه. قابل تصوره که کسی که برای زمان طولانی در سواحل دنیای دیس بوده اونجا خیلی از استیل مادرهایی رو ملاقات کرده باشه که هیچ وقت تولد بچهشون رو ندیدن، چون به صورت مداوم در برزخ گیر افتاده بودن و فقط از اتصال بین بچهشون و اونا برای بهره برداری از قدرت بیبی ها استفاده شده. ممکن هم هست که 90% تئوریایی که تا حالا مطرح کردیم کاملا اشتباه در بیان و همین تئوری پردازی درباره بازی های کوجیماسان و تجربه شون رو دلچسب تر هم میکنه. اینم بگم سمت راست بالای قفسه‌ای که دارن یه سری چیزا رو داخلش میذارن نگاه کنین، یه چیز مربوط به تایم فال رو دارن نگه میدارن. شاید بی ربط نباشه به اینکه دیگه ظاهرا اثر تایم فال در قسمت دوم دث استرندینگ حداقل یه مقدار متفاوت شده. حتی در تریلر دوم توجهمون به این جلب شده بود که پوست پیر شده فرجایل حداقل در یک بازه زمانی به حالت عادی برگشته. چطور؟ تأثیر تایم فال دیگه اونقدر جدی نیست یا حتی میشه تأثیرش رو برگردوند؟ اولین بخش از پنل توکیو گیم شو بازی دث استرندینگ 2 که خیلی توی اینترنت سر و صدا کرد، این ویدیو از حالت تصویربرداری یا همون فوتو مود بازی بود، چون حتی با پرجزئیات ترین امکانات عکاسی که در بعضی از بازی ها دیدیم فرق داشت. سوژه ها یک سری کاراکتر زنده و متحرکن که مثل آدمای واقعی وقتی بخواید ازشون عکس بگیرین جابجا میشن، جستای مختلف میگیرن، حتی با چیزهای مختلفی که دور و برشونه تعامل میکنن. اینجا با سطحی از کیفیت گرافیک ریالیستیک روبرو هستیم که حتی در شخصیت های بازی های هورایزن استودیوی گوریلا هم نمیبینیم. چرا اسم گوریلا رو آوردم؟ چون دث استرندینگ 2 با موتور بازیسازی دسیما ساخته میشه که محصول اون استودیو هلندی شرکت سونیه، ولی همونطور که در دوران ساخت اولین دث استرندینگ گفته شده بود، کوجیما پروداکشنز همواره داره به شیوه خودش این انجین رو ارتقا میده، نه اینکه صرفا از نسخه آماده شده توسط گوریلا بهره ببره. در بعضی از شرایط نوری تصاویر گرفته شده در حالت فوتو مود به طرز تکان دهنده واقعی به نظر میرسن. این وسط جدا از تمام امکانات موجود برای عکاسی به شکل دلخواه، خود حرکات مختلف کاراکترها در کنار هم قشنگ قدرت و دقت تیم موشن کپچرینگ رو به رخ میکشه. شاید جالب باشه که بدونی نسخه های مختلف سری متال گیر هم هر کدوم در حد زمانه خودشون امکانات عکس برداری قابل توجهی داشتن. وقتی میشینیم کاتسین های جدید پخش شده از DS2 مثل این صحنه صحبت سم با تومارو و رینی رو با دقت میبینیم، به نظر میاد که همین سطح از تصویرسازی های باورپذیر قراره در تمامی بخش های بازی به چشم بیاد. استودیوی ژاپنی کوجیما پروداکشنز با چند تا پروژه مختلف کلا حدود 150 تا 160 کارمند داره و چنین گرافیکی برای یه تیم در این ابعاد انصافا عجیب غریبه. تازه کوجیما گفته هرچی که ما از بازی دیدیم مال نسخه نهایی نیست و هنوز همه کارهای ساخت بازی انجام نشده. البته با این حال اون مطمئنه که بازی در سال 2025 روی PS5 عرضه میشه و توضیح داد که فقط منتظره به زمان انتشار نزدیکتر بشیم تا تاریخ رو اعلام کنه. اونم به خاطر اینکه یهو یه اتفاق غیر منتظره پیش نیاد که به خاطرش مجبور شه تاریخ رو تغییر بده. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین تا تعداد بیشتری از گیمرها ببیننش، و اگه دوستش نداشتین امیدوارم از ویدیوهای بعدی زومجی لذت ببرید.
دم همتون گرم، خدا نگهدار.